بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که سال خوبی رو شروع کرده باشید و بهتر از این هم به پایان برسونیم. هر روز بهتر از دیروز باشه. امروز اولین برنامه در سال 2016 تقدیم میشه به شما از واشنگتن. اسم این برنامه هست سربی با مردم. امیدوارم شما هم با پیام‌های خودتون، با نظرات خودتون، مخصوصا مخالفین، این برنامه ها رو بهتر و پربارتر کنید و به قول معروف بهش قوام و دوام ببخشید. خب بگید ببینیم که سال نو شما چه کردید؟ شما هم صبر میکنید تا 12 شب بعد شامپاین مینوشید و جیغ و فریاد و تبریک میگید و 10 دقیقه بعدش هم خداحافظی میکنید، از اون مهمونی میایین و توی خیابون ها میبینید پلیس وایساده منتظر آدم های مست. آقا آدم مست کجا پیدا میشه؟ جناب افسر پلیس گفت گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. اجازه بدید از علی عزیز تشکر کنم که سالها زحمت میکشه این نوشته های این زیر رو این برای ما میفرسته هفته تا هفته و از این بابت ازش ممنونم. از دوستانی که با ما همکاری میکنن ممنون و متشکرم. از دوستانی که در تلویزیون مردم برنامه دارن ممنونم که با برنامه گذاشتن در این تلویزیون اولا صدای خودشون رو به گوش دیگران میرسونن، دوما باعث میشن که این بلندگو باز باشه تا دیگران هم بتونن ازش استفاده کنن. همونجوری که میبینید در حین برنامه مینویسیم این زیر که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خب بیش از این وقتتون رو نمیگیرم و میریم سراغ چیزهایی که براتون جمع آوری کردیم. من آخرین برنامه‌ام روز چهارشنبه بود چون 30 دسامبر 2015 بود. بعد اتفاقا آقای پرویز مینویی اون روز تاریخ رو به اشتباهی گفت که 30 دسامبر 1915. منم وقتی بعدن باهاشون صحبت کردم به اشتباه گفتم آقا شما 1000 سال ما رو بردی عقب، در صورتی که 100 سال ایشون برده بود عقب. و عیبی هم نداره، بعض وقتا میبرن آدم عقب که یادت باشه کجا هستی، ملت اون جلو هم تو 100 سال عقب. خب بعد از چهارشنبه دیگه برنامه نداشتم. پنجشنبه برنامه ای رو داشتیم با آقای حسین نژاد از جنبش نه به تروریسم و کالت یا فرقه، که این دوستان هم این برنامه سومشون بود و امیدوارم که دوستان دیگر رو هم بتونن راضی کنن که اونها هم بیان صحبت کنن. و اما ما روز چهارشنبه درباره پلیس در آمریکا صحبت کردیم. از دوستمون آقای مسعود ناصری یه جوری انتقاد کردیم. ایشون برای من نوشته که این انتقاد شما خیلی بیرحمانه بوده و unfair یعنی عادلانه نبوده. من حقیقتش آقای ناصری گل بچه کرمون سال نوت مبارک باشه، حقیقتش هرچی خوندم دیدم شما تازه داری حرف منو میزنی. شما هم میگی من اینو برام یکی فرستاده بود منم فرستادم. ببینید وقتی که درسته که میگن نمیدونم قاصد راه رو نکش، نمیدونم don't kill the messenger، همه اینا رو قبول داریم، ولی از طرفی ما این رو هم داریم که میگه اگه یه نفر به یه کسی فوش داد پشت سرش، وقتی تو میای اون رو در مقابلش میگی، اون فوش رو از دهن تو شنیده، اون حرف بد رو از دهان شما شنیده، اون حرف خوب رو از دهان شما شنیده. پس اینجور هم نیست که اون قاصد را هیچ کاره هست. حالا اینجا ما میرسیم که ما چه کار باید بکنیم وقتی میرسه. میدونید که یکی از شوخیایی که الان فیسبوک مینویسن و اینها، میگه فیسبوک جدید و ایمیل و اینها یک آپشن یا حق انتخاب جدید گذاشتن و اون به این صورته که دیگه هر کسی هر مزخرفی برای شما فرستاد این اتوماتیک وار برای تمام دوستاتون میره. چرا اینو میگن آقای ناصری؟ برای که از بس ما هر چی که برامون اومده
فرستادیم، بعد طرف گفته آقا این غلطه، این اشتباهه، این شما میگید وفاتش رو مثلا تسلیت میگن، بابا این باباش مثلا 20 سال پیش مرده، بعد شما میگی من امروز به دستم رسید. میگن مخصوصا اونایی که مثل شما، شما بیشتر از من ژورنالیست هستن، توی کارهای روزنامه نگاری هستن، قلم میزنن، اینها یه مسئولیتی دارن که هر چیزی رو نمیتونن بفرستن بره. یعنی همه میتونن اینو بفرستن، ولی به شما که رسید باید یه توقف کنه، شما باید یه سکته بهش بدی، بگی حالا صبر کن ببینم این درسته یا نه، این خبری که من میخوام بفرستم زیرش یه شماره تلفنی زده نمیدونم فلان، من خودم به این تلفن زنگ بزنم ببینم اینها درست میگن غلط میگن فلان. نه ببین آقای ناصری، شما خیلی قشنگ گفتید ما ایرانی ها هیچ وقت نمیگیم متاسفم، کاملا درست میگید. برنامه من اگه نگاه کنی، من دارم سعی میکنم از این اخلاق بد یک کمی بیام بیرون و به دیگران بگم متاسفم، معذرت میخوام، اشتباه کردم، منو ببخشید و الاخر. ولی وقتی درست گفتم برای چی بگم آمساری؟ من متاسف نیستم، من درست گفتم. میگم آقا اگر شما همون تو برنامه چهارشنبه هم نگاه کنید، میگم من نمیدونم که ایشون این رو نوشته یا فقط منتقدش کرده. اگه شما اینو نوشتی که اصلا مورد صحبت من یعنی طرف صحبت من شما هست، اگه شما فقط اینو منتقل کردی، من یه ایراد برادرانه ازت گرفتم که آقا چیزی رو که نمیدونی صحت و سقمش رو ارسال نکن، یا اینکه اگه میدونی واقعیت این نیست این رو نفرست، یعنی اون موقع داری دروغ میگی. شمایی که میدونی توی آتلانتا میتونی زنگ بزنی بگی ما اینجا یه برنامه‌ای داریم، گفتیم که مثلا مجاهدا بیان، یه نفر گفته آقا مجاهدا اگه اومدن ما مثلا میخوام بیایم بریزیم به هم، زنگ میزنی پلیس که میاد، به غیر از این که میان جزء کارشون هست، جزء وظیفه‌شون هست، ولی اگه شما گفتی آقا من میترسم، من 4 تا پلیس دیگه اضافه تر میخوام، میگه اوکی برای چند ساعت میخوای؟ میگی 2 ساعت و نیم. میگه 4 تا 2 ساعت و نیم میشه 10 ساعت، 10 تا 100 دلار، شما 1000 دلار باید بدی. ما نگفتیم پول شما میدی به اون پلیسا، اینا بالاخره دیپارتمانی دارن، فروشگاهی دارن. خلاصه کاکو جون کارمون خیلی خرابه، هم من اشکال دارم هم شما یه اشکالای کوچولو داری. اگر یکم به دوستانمون که جرأت میکنن به همون بگن عیب و ایرادت چیه اجازه بدیم و فرصت بدیم اونا بگن، ما هم فکر کنیم، فکر کنم درست میشه کارمون. حالا 20 سال آینده نشه، 30 سال آینده نشه، 50 سال آینده نشه، اقلا 100 سال آینده برای نژادهای آینده میشه. در صورت من بهشون گفتم من در این مورد صحبت میکنم، صحبت کردم، شما به قول خود آمریکایی‌ها you are more than welcome که بیای تلفن پیغام بذاری، ایمیل بفرستی، بگی این ایمیل رو از طرف من بخون، برات میخونم، ولی لطف کن به فارسی بنویس که سمت و سوی خودت رو گفته باشی، یا مهمون من باش چهارشنبه یا جمعه و با بینندگان ما هم سخنی داشته باشی. چهارشنبه هنوز کانفرم نکردم با آقای آریانپور که ایشون تشریف میارن یا نه، چون 2 هفته گذشته به خاطر تعطیلات کریسمس و تعطیلات سال نو، این ایامی که چیز بود، به اصطلاح گفتم هم بیننده ها کمن، مسافرتن، همیشون زحمت نکشه بیاد و اینها، ایشون هم لطف کردن قبول کردن که ناگفته نماند. امروز صبح ما اینجا یه برف کوچولویی داشتیم، به دوستانی که بعدا صحبت میکردم گفتم ما برف داشتیم، گفت آقا این حرفا چیه، ما برف نداریم. گفتم شما چه ساعتی از خواب بیدار شدی؟ بنده 6 بلند شدم، 7 تو خیابون بودم، برف کوچولویی میومد، 7 و نیم اینا دیگه تموم شد، الانم نگاه میکنی هیچیش نیست، چون باد بردش و هوا میاد که مقداری گرمه، ولی هوا یه دفعه از 70 و نمیدونم 60 و اینها امروز آمد به 18 و 20 و اینها، و میدونید از 32 فارنهایت میشه 0 سانتیگراد و یخمندون و سرما میشه. مواظب باشید، سرما خیلی کشنده است، گرما هم کشنده است، ولی فکر کنم سرما آدم ها رو بیشتر میکشه.
آقای مسعود سهیلی لطف کردن دعای کمیل رو برای ما فرستادن و نوشتن که دعای کمیل، کمیل کیست؟ نام کمیل در دعای کمیل از کجا آمده است؟ احمد ق یا احمد قاف. کمیل ابن زیاد نام شخصی است که در سال 36 هجری از سوی امام علی به حکومت فارس در ایران منصوب شد و بر تمام منطقه فارس حکومت می کرد. پس از چندی کمیل آگاه شد، مردم پنهانی به زیارت آرامگاه بذارید. من اصلا اینم بهتون نشون بدم که شما ببینید که این مثل یه نشریه است، مثل روزنامه است. این دفعه نوشته مانند این و نوشتن که شماره 23 هم نوشته. بله. پس از چندی کمیل آگاه شد، مردم پنهانی به زیارت آرامگاه کوروش می روند. کمیل برای جلوگیری از این کار و بیدار نشدن احساسات ملی گرایانه در بین ایرانیان، تصمیم گرفت آرامگاه کوروش را ویران کند و هنگامی که اقدام به این کار کرد، مردم دلیر شهرک پیروزآباد، شهر گور که آن زمان از شهرهای پر رونق منطقه بود، بر علیه او شوریدند. کمیل پس از کشتن هزاران ایرانی به شام گریخت. امروز کمیل کسی است که دعایش ما را به بهشت می‌برد و مسلمان‌های ایرانی به ویژه آنها که به غربت کوچ کرده اند، از روی ناآگاهی هر هفته دست جمعی شبی را به خواندن دعای کمیل می‌پردازند. بیشتر آگاهی‌های ما از اسلام به همین شکل است، مانند معنای و ان یکاد وزین هم چیزی که در شماره 23 نوشته این. خب ممنون از این دوستان، خیلی خوشحال می شدم اگر این دوستان یکیشون قبل از انقلاب همت داشت، سواد داشت، شعور داشت، معرفت داشت، شجاعت داشت، می اومد و اون موقع این چیزها رو می گفت. الان که من نمیدونم شما این نشریه هست، روزنامه هست، چیه، دعای کمیل میرید دوستان توی آمریکا، توی اروپا، این مزخرفاتی که اینا میشنن مینویسن و میگن به چه درد من و شما میخوره؟ به جز اینکه ذکر مصیبت برای هر کدومش آخرش بنویس خیلی ممنون که اینو به من گفتی، من امروز آگاه شدم و از امروز میخوام به فرمان تو باشم، حالا چه باید کرد؟ دیگه جوابت نمیده، غیب میشه. برای که نمیدونن، برای که اینا منتظرن اتفاق بعدی بیفته، دوباره برن دنبال یه مزخرف نوشتن بعدی. و اما مکالمات خیام با همسرش، میگه که زن گفت کجایی عزیزم؟ خیام جوابش داد ماییم و می و مطرب و این کنج خراب، جان و دل و جام و جامه در رهن شراب. زن گفت مشروب؟ مگه تو نگفتی من نماز میخونم؟ خیام گفت می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. زن گفت با کیا هستی؟ حالا خبر مرگت. خیام گفت فصل گل و طرف جویبار و لب کشت، با یک دو سه یار و دلبر حور سرشت. زن گفت آدرس بده بیام بزنم تو دهن این حوری ها. خیام گفت راه پنهانی میخانه نداند همه کس، جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دیگر. زن گفت اونقدر مشروب بخور تا بترکی. خیام گفت گرمی نخوری تنه مزن مستان را، بنیاد مکن تو هیله و دستان را. زن گفت برو بمیر. خیام گفت چون مرده شوم خاک مرا گم سازید، احوال مرا عبرت مردم سازید. خب اینم باز نتیجهش از بیکاری دوستانه، ولی یادتون باشه من خیام رو واقعا دوست دارم. شعرایی هم که میگه خیلی بیغلقش و خیلی ساده است. شما بخونید شعرهای حافظ رو، نمیدونم حتی سعدی، مولوی، اینها یه مقداری مشکله، ولی خیام همینجوری مثل خودمون حرف میزنه. دمش گرم. اگه اون بالاست یا اگه اون پایینه، چرا همیشه فکر کنیم بهشت بالاست؟ اصلا بالا و پایینی وجود نداره توی این به اصطلاح معادله کهکشان ها و اینها. خب اجازه بدید که تشکر کنیم از این دوستمون، دوستان گرامی. خواندن این نوشته را
به شما پیشنهاد میکنم، حقایق فراوانی در آن نهفته است. اولا این دو سه روزی که ما تعطیل بودیم و برنامه نداشتیم، اینها چه قوقایی در دنیا شده. از اون ور عربستان سعودی اومده که 48 نفر رو اعدام کرده، شنیدم ایران هم 9 نفر رو دیروز اعدام کرده اگه اشتباه نکنم. بعد یکی از این 48 نفر یک آخوندی بوده 56 ساله و شیعه و نمیدونم اسم این چیه، نمیدونم چیه، هرچی بوده. این آقا اینجوری که حتی CNN میگه و اینها، میگه خیلی به اصطلاح چی میگن، یعنی دنبال خشونت و کشت و کشتار اینها نبوده و دنبال این بوده که حکومت عربستان سعودی که دیکتاتوریه عوض بشه به یه حکومت دموکرات. اونا هم گفتن بابا حوصله نداریم، سرشو زدن. و از اون ورم توی ایران یک عده نادان، چرا میگم نادان؟ چون این دیگه خود دولت هم داره میگه، خود رفسنجانی هم قبلا هم گفته بوده که بابا اینایی که این کارهای غیر قانونی رو میکنن، اینها به اسم انقلابی کارهای غیر انقلابی میکنن. حالا این انقلاب ما هم تا کی ادامه دارد خدا میدونه. خلاصه این مطلب اینه که همه شما میدونید بهتر و زودتر از من، میرن میریزن سفارت عربستان رو در یا کنسولگریش رو، یکی تو مشهد یکی تو تهران، گویا میریزن آتیش میزنن و میشکنن و میدزدن و میبرن و اینها. بعد عربستانم دیپلماتش میخواد و عربستانم دیپلمات ایران اخراج میکنه و بعدش هم دو سه تا کشور دیگه که همه این کشورها ای کاش که روابطشون همیشه با ایران قطع کنن. شیرازی ها میگن خوشا باقی که توره ازش قهر کنه. توره فکر کنم این شغال و اینها هست که میاد به اصطلاح مرغ و اینا رو میگیره میکشه، بعد مثل که میوه‌های درخت و اینا رو خراب میکنه. در صورت یه رابطه بدی بین باغبان و توره یا همون شغال بوده و هست و اینها این دعاشون بود. حالا اونا هم به حمایت عربستان سعودی اومدن به اصطلاح چیزها رو میگن کم میکنن، روابط سیاسیشون رو کم میکنن. مگر مثلا اگر کنسولگری دارن میکننش سفارت، اگه سفارت دارن مثل اینجا میکننش دفتر حفاظت و از این چیزهایی که در سیاست بوده و هست. در هر صورت یه مقدار اوضاع قراش میشه. یه نوشته‌ای رو اینترنت میچرخید و سوال میکرد که از کجا معلوم که عربستان سعودی، راستی برید روی فیسبوک ما، روی فیسبوک مردم تیوی گذاشتم که ولی نصر پسر آقای حسین نصر که تو کارهای دولتی آمریکا و اینا به عنوان مشاور هست، قبل از این ماجرا گفته بوده که این عربستان با این کاراش داره ایران رو به اصطلاح اذیت میکنه که ایران یک کاری بکنه. از اون ور میدونید که این بار قبل از انتخابات آمریکا ناوای کشتیای هواپیما برش رو برداشته برده توی خلیج. از اون ور پاسدارا بعضی هاشون هم میرن تیر و ترقه در میکنن اونجا توی آبهای بین المللی که این کار اشتباهه. از این ور جانوری فرست یعنی روز جمعه این خبر رو از همین کانتر پانچ براتون میخونم. کانتر پانچ اینجا وقتی به یکی مشت میزنی میگی پانچ، بعد کانتر یعنی مثل اونم یه مشت میزنی، شما یه مشت میزنی اونم یه مشت میزنه. ببینید نوشته که sliding toward global disaster، یعنی داریم آماده میشیم و میریم به طرف گلوبال. این کره زمین و اینا رو میگن گلوبال، گلوب میشه کره زمین، گلوبال دیگه دنیا همه. میگه که there are many disturbing signs که بله وست، این اکثر من بهتون نشون بدم، میگه وست is creating condition in the middle east، میگه که غرب داره یک شرایطی رو در میدل ایست، همون خاورمیانه است، خاورمیانه و آسیا درست میکنه که این شرایط میتونه جنگ های به اصطلاح بزرگتری رو تولید کنه. بعد نشته most likely new cold war، به احتمال زیاد cold war که میدونید اون جنگ سردی بود که سالهای سال بین روسیه و یعنی اون موقع بین شوروی و آمریکا بود، containing as well as menacing risk of World War 3، میگه که جنگ های بزرگتری و حتی ممکنه منتهی بشه
به جنگ جهانی سوم. منم برای این دوستمون ضمن تشکر نوشتم که امیدوارم این نشه و یه نفر برسه و یه کاری انجام بده. دیروز یه فیلمی مال فرید زکریا هست، نوشته بود که بلایندنس یعنی ما چشممون رو پوشوندیم، نادیده گرفتن ماجرای آیسیس، و قشنگ توضیح میداد که حتی جنرالای ارتش آمریکا هی به اوباما و به دولتش گفتن که آقا این اینجوریه اینجوریه اینها، و الان تو تبلیغات انتخاباتی آمریکا هم این آقای دونالد ترامپ که بعضی از گفته هاش درسته ولی بلد نیست اینها رو قشنگ چی کنه، و چون آدم خوبی نیست کلا، این میگه که آیسیس رو کلینتون و اوباما درست کردن، به وجود آوردن. کلینتون هم خودش، هیلاری کلینتون هم قبلا گفته بود که آیسیس رو ما به خاطر این خلأ که ایجاد میشه، مثلا اون ارتش عراق رو فرستادن خونهشون، خب ارتش که بیکار اسلحه داره، اون وقت آیسیس پول میده. باز یه گزارش دیگه بود، آیسیس به غیر از اینکه پول خوب و کلانی میده، میگفت چجوری جوونا رو جذب میکنه، میگفت ببینید این جوونا یه آدمی هستن که توی دینشون گفته دست یه دختر رو نگیر، با دختر صحبت نکن، معمولا فقیر هستن، معمولا کم سواد هستن. بعد میگفت حالا آیسیس چه کار میکنه؟ میگه بیا اگه رفتیم این یزیدیا رو گرفتیم، دو سه تاشو ببر، اول نمیدونم خوش باش، بعدن هم بفروش پولشون رو بردار. بعد بهشون اسلحه میده، اسلحه بهش یه پاور، یه قدرت دروغین میده، قدرت دروغین هم نیست، قدرت حقیقیه، میزنه اینو میکشه. بعد بهشون پول میده، هم پولی که از اون غنایم به دست آوردن، هم حقوق میده، که این حقوقا از کجا میاد؟ از فروش نفتی که آقای اردوغان و پسرش و اینا تو ترکیه معامله میکنن و میخرن، و از حمایت عربستان سعودی. یعنی من واقعا نمیفهمم، یه مش آدم پلید و زشتی ریختن با هم این دنیا رو میچرخونه. و امروز باز یه جا خوندم که اردوغان خودش رو مقایسه کرده با هیتلر. یعنی یه نفر اینقدر ممکنه عوضی باشه؟ یا اینکه دوستان باز بر میدارن مینیستن دوستان این کار رو نکنید، این کار زشتیه. مثلا راجع به دونالد ترامپ یه نوشته ای رو فرستادن که دونالد ترامپ در سال 98 گفته که اگر من بخوام برای ریاست جمهوری نامزد بشم، به احتمال زیاد از طرف حزب دموکرات ریپابلیک جمهوری خواه میام، چون اینایی که اونجا هستن احمق هستن و میتونی با احساساتشون بازی کنی و رأی بدی اینها. یکی از دوستانی که دستی بر قلم داره و مینویسه و ترجمه میکنه و اینها، برای من اینو فرستاده بود. قبلا هم آقای آریانپور اینو فرستاده بود. من برای آقای آریانپور گفتم بهتره این کارا انجام، بهش میگن فکت فایندینگ، یعنی حقیقت یابی، و این خیلی ساده شده این روزا. اتفاقا شما میتونی یه نوشته ای رو اگه من براتون فرستادم، به جای این که مثلا بگم حافظ گفته این، من بگم خیام اینو گفته، شما اون قسمت خیام گفتش رو بردار، اون باقیش رو بذار توی گوگل تایپ کن یا کاپی کن، برات میاد که بابا این مال حافظه. یه بار دیگه بذار توی یاهو، بذار توی اسک، بذار توی بینگ، وقتی دوتاشون آمد این میشه 2-1، دیگه شما کارت تموم شده. آقای ناصری وظیفت دیگه اونجا به عنوان یک نفر رسول، یک نفر ژورنالیست تموم شده. میگن 2-1 که مطمئن شدی، تو میفهمی که بابا این سربی اشتباه گفته، گفته این شعر مال حافظه، این شعر مال خیامه، و مطمئن میشی و اون موقع اونو برای دوستات میفرستی. من برای آقای آریانپور فرستادم که من اینو زدم به چیز، اصلا همچین وقت میدونی خیلی هم کار ساده ایه. دیدید حتما شما تو مهمونی ها این دوستان وقتی میان یه دینگ دینگ تاری میزنن و فلان و بیسار اینا، اولا هیچ کدومشون حاضر نیستن بگن که شاگرد یه نفر بودن، همشون میخوان بگن از روزی که دنیا اومدن اینا نابغه بودن. حالا اگه به ندرت شما یه کسی رو پیدا کنی که بخواد افتخار شاگردی یه نفر به اصطلاح اینو بکشه و اینا، یه نفر میگه که مرده، مثلا میگه نمیدونم من شاگرد استاد صباح بودم، شاگرد نمیدونم لطفی بودم، حالا بنده خدا تا موقعی که لطفی بود منم همین میگفتم شاگردش بودم دیگه، حالا اگه بگم میگن لطفی مرده، اینم داره میگه شاگردش بودم. و اینجوری میگن کسایی رو میگن که شما نتونی بری اسمو بپرسی آقای لطفی این سربی شاگرد تو بوده یا نه. خب
حالا برداشتن مثلا نوشتن 1998 در روزنامه مجله تایم همچین چیزی بوده. آقا اینا که دیگه الان همش رو روی گوگل روی اینترنت دیگه، این کارا رو اقلا نکنید. بله بگید در یه جمع اینجوری گفته که حالا ما نه دیگه بتونیم اون جمع رو پیدا کنیم، ولی شما وقتی می‌نویسید در نمیدونم مجله تایم گفت، در مجله ویک گفت، در مجله فلان گفت، اینا رو خیلی قشنگ میتونی بزنی پیدا کنی و بفهمی که شما داری اشتباه میگی، حالا یا عمدن یا سهوا. و بهتون گفتم اون روز آخر انتخابات چپ و راست این نماینده‌های اینایی که می‌خواستن کاندید بشن، یعنی کاندید هستن، هی فرستادن که آخرین فرصت، پول بدید پول بدید پول بدید، شب که شد دیگه ما نمیتونیم پول بگیریم. گفتیم سبک و شما اون موقع میتونید پول بگیرید. این برنی سندرز که حالا تازه من یک کمی بهش امیدوارم، همین امروز آمده نوشته که $3 شما اگه امروز بدی، بذارید بهتون نشون بده. دوستانی که از خودشون پرسن چرا تلویزیون‌های ایرانی پول بگیرن، طرف میخواد بیاد بشه رئیس جمهور آمریکا، همه اینا بیلیونرن، این آقا الان میلیونره، بعد میاد $3 از من و شما میگیره. برای چی؟ برای اینکه میخواد ببینه چند نفر بیننده داره، چند نفر شنونده داره، چند نفر هوادار داره. 2.5 میلیون غلط، 2.5 میلیون کمک کردن به برنی. حالا یکی از اونا من بودم. حالا از $5، $10، $15 تا $200-$300 تا $1000 هرچی. و این خیلی مهمه که به جای اینکه یه نفر یا دو نفر برادران کوک پول بدن به بوش و کروز و اون روبیو و اینها، 2.5 میلیون $3، $5، $10 دادن به برنی. و هنوزم برنی نوشته که اگر شما $3 پول بدید، این باعث میشه که ما این سیستم کراپت یعنی سیستم خراب، چیزی که همش کلاهبرداری و اینها هست، میگه ما ممکنه این رو بتونیم به اصطلاح از بین ببریم و برای یه بارم که شده یه رئیس جمهور درست حسابی بیاد. مشکل اینه که همین رئیس جمهور درست حسابی هم که میاد تا پاش میرسه به وایت هاوس، من نمیدونم چیه اونجا، آب چیه که اینا تا پاشون میرسه اونجا خیس میشن. در هر صورت اینم از این ماجرا. و آقای برنی سندرز یک میتینگایی داره. دوستان اونایی که تو کار تلویزیون هستید، نگید ما منتظریم هستیم 40 میلیون ایرانی بیاد، نگید ما منتظریم 10 میلیون که شدیم یه کاری انجام بدیم، 2 میلیون که شدیم یه کاری انجام بدیم. آقای برنی سندرز برای 250 نفر داره میاد همینجا، یه سالونیه خیلی قشنگ خیلی مرتب، فرستاده ایمیل چه کسایی میخوان بیان. بنده اون روز گفتم من میخوام بیام، گفته شما نفر 65 هستی، این 250 تا جا میگیره. به دوستم گفتم، اونم گفت منم میخوام بیام، اونم فرستاد به اونم گفته تو نفر 67 هستی اینجا. خیلی منظم، ولی 250 نفر که میرن، این اگه صحبت میکنه این 250. یه ضرب المثلی هم داریم که یک مرد جنگی به از نمیدونم 1000 تا سیار لشکر، اگه کسی میدونه برام بنویسه، یادم رفته الان. اینم همینه، اینا دنبال مرد جنگی میگردن. منظور از مرد جنگی، مرد عمل، کسی نیست که واقعا حالا قرار بشه جنگ کنه کسی رو بکشه، ولی کسی که اگر رفته مطالعه کرده، آمده الان فهمیده خانم هیلری کلینتون هم آدم خوبی نیست، مخصوصا منی که یه مدت باش کار کردم، دیدم این دو شخصیتی جلوه روی صحنه جلو مردم یه جوری دیگه است، بیرون و این برور یه جوری دیگه است. و الان هم میدونید که یقش گیر افتاده به خاطر این ماجرای میخواد شوهرشو بیاره کمکش کنه، اونم از اون ور میگه خب اگه شوهرت آوردی توی این دایره توی این مسابقه، ما میتونیم به شوهرت هم حمله کنیم، دونالد ترامپ گفته. و یک منتظر یه به اصطلاح دیبیت یا مناظره های یا تبلیغ های انتخاباتی بد و کثیفی باشید. و اما اون روز این دوستان در نیاک برای من یه ایمیلی فرستاده بودن، تاریخش اشتباهی بود. من وقتی این تاریخ رو دیدم گفتم دسامبر 6 نمیشه، 6 دسامبر که گذشته. برای دوستمون فرستادم گفتم 6 دسامبر، با خنده نوشت بله با خنده هم شما میتونید بنویسید.
با خنده نوشت که ممنونم که بهم گفتی، اشتباه کردم و درستش کرده. ونزده یعنی چهارشنبه، دو روز دیگه، جانوری 6، این دوستان میرن فیلم تماشا میکنن و بلیتش رو هم شما میتونید هم از وبسایتشون بخرید، هم ایمیل بفرستید، ما براتون بفرستیم. ما اینجا بلیت نمیفروشیم، ما اینجا سودی نمیبریم، ولی خبرها رو میگیم. اسمش هم هست داکیو نایت، یعنی شبی که فیلم های داکیومنتری، یعنی فیلم های مستند نشون میدن. کجا؟ باس بویز اند پویت. باس بوی اند پویت یک چیز هست، یک رستورانی هست که یه جای خیلی ساده، خیلی خودمونی، و اینها اونجا میرن آبجو میخورن، ساندویچ میخورن و اینها، فیلمم نشون میدن. من برای برنامه‌های دیگه شون رفتم، ولی برای فیلم تا حالا نتونستم برم. در صورت این فیلم هست دینگو مارو، directed by کامران حیدری، Persian with English subtitle، یعنی فیلم ایرانی به همراه زیرنویس انگلیسی. اینم این، یعنی اگه دوستاتون هم میخوان ببرید و ممکنه مسئله زبان داشته باشید، این اون مشکل رو هم حل کرده. خب و اما این عکس رو ما قبلا هم نشون دادیم، حالا یه بار دیگه به شما نشون میدیم. این نوشته نادی گرز، نادی دخترای نادی آدم شیطون اینها میشه، ولی وقتی میسن نادی گرز یعنی دخترای شیطون و اینایی که اذیت میکنن، البته اذیت و شوخی کردن فرق میکنه. اینو میبینید نوشته که به روستای شهید پرور سیاه دول خوش آمدید. دهداری یا دهیاری و شورای اسلامی روستای سیاه دور، این خانوما هم رفتن اون زیر وایستادن و عکس گرفتن. یه آقا پسر کوچولو هم باشون هست که امیدواری همیشه شاد و خندان باشن. البته ناگفته نماند آقای منصور ناصری عزیز، مسعود ناصری، ناگفته نماند این روزا با هنر که نمیشه بگین، با این پروگرام فوتوشاپ هر چی که شما بگی ممکنه. الان ممکنه اینو یه نفر دیگه نوشته باشه، گذاشته باشه اینجا، قشنگم کار کرده باشه، رنگش و اینا رو ما تشخیص ندیم. حالا درسته یا نیست، موقعی میشه که آدم اونجا یه نفر داشته باشه بگه واقعا همچین چیزی هست توی این، اون بره چک کنه و بیاد تو بگه. و اما ماهیت حزب پیشرو کارگری انقلابی، این دوستان میفرسن و برای همه میگن که لطف کنید پخش کنید، ولی هیچ کدومشون حاضر نیستن $5-$10 پولی کافی، پولی ساندویچ رو خرج کنن. ای کاش خمینی و طرفدارانش هم مثل شماها یا ندار بودن خرج نمیکردن و یا خسیس بودن. اگر مثل شما بودن هیچ اتفاقی نمیافتاد. در صورت این ماهیت حزب پیشرو کارگری انقلابی، اگر یکی از این دوستان کارگر مایل هست مهمون من باشه، 10 دقیقه ربع ساعت برای ما تعریف کنه که هدف این کارگران چیه. یعنی شما منتظرید که واقعا یه روزی یک کارگر انتخاب بشه، بشه رئیس جمهور که مملکتتون، یک کارگر انتخاب بشه، بشه بشه رئیس کارخونه. خب اگه این کارگره که لابد نتونسته بره دنبال درس و تخصص و اینها، اون آموزش‌های بالا رو ببینه، اگه شما باور داری که کارگره میتونه رئیس جمهور باشه، کارگره میتونه وزیر باشه، یک کشوری رو به ما نشون بدید، بگید میخواییم مثل اون باشیم. ولی اگه میخواییم بار اول باشید، بگید نه آقا ما میخواییم بار اول باشیم، میخواییم چرخ رو از اول اختراع کنیم. منتظر شما دوستان خواهیم بود. و میگه که یکی از کارشناسان، بالاش دوستمون نوشته که چه بگویم، یکی از کارشناسان و پروفسورهای دوران اخیر پیشنهاد کرده است اگر ملت ایران در هر روز 1 لیوان آب کمتر مصرف نوشیدن خود کند، میتوان تا حدی جلوی خشکسالی را گرفت. در مقابل کارشناس متخصص دیگری طرح ساختن دریاچه مصنوعی را در منطقه بی آب و علف مرکزی ایران برای تفریح و
آبازی توریست های دینی در نزدیکی قم پیاده کرده و پرده برداری نموده است. حالا بریم با هم دیگه دهکده توریستی قم رو ببینیم. بذارید من این رو بیارم بالاتر. بله این نوشتش رو هم براتون بذارم با هم بخوانیم و با سواد شویم. کامرای دو اینا رو هم آف کنم که نپره فعلا تا ما اینو میخونیم. نوشته این دهکده توریستی قم است، دریاچه مصنوعی در دل کویر، شاهکار جدید مهندسی منابع آب کشور. آنهایی که تاکنون با مدیریت‌های غیر اصولی خیش کشور را به ورطه نابودی کشاندند، این بار در یک شاهکار مهندسی دریاچه مصنوعی را در دل کویر ساختند. با تغذیه از سفره‌های آب زیرزمینی احتمالاً در وانفسایی که کمبود آب را کودکان 7 ساله هم باور دارند، ریاست مجلس رویان یا روبان یک طرح غلط را قیچی می کند. با تکیه بر کدامین منابع آب در دل کویر با تبخیر بالا دریاچه ساخته اید؟ جت اسکی و قایق سواری در بیابانهای قم چه معنایی دارد؟ مگر دو دریا در شمال و جنوب نداریم؟ مگر نمیتوان سفر کرد، لذت برد، تفریح کرد؟ چه اصراری بر این ندانم کاری هاست؟ حالا بیاییم از بستن شیر آب در حین مسواک زدن حرف بزنیم، از صرف جویی آب، از هر کار بیهوده در این مملکت. وقتی مدیریت منابع آن کشور با مافیای آب چنین پاسخی به نگرانی های من از بحران آب می دهد، مهندسی منابع آب کشور به طرح‌های خود افتخار می کند. مدیریت منابع آب کشور به اندازه حداقل چند بمب اتم قدرت تخریب در کشور دارد، نیازی به جنگ و حمله دشمن نداریم، یک چنین تفکراتی برای نابودی کشور کافی است. طبق مأمور بدون اسم ایشون نظر داده و نوشته. حالا نشون میده یه جایی رو باز کردن و این آقا هم رئیس مجلس رفته و اینها، و این دریاچه‌ای رو که میگن دوستان ببینید ماها چقدر نظرمون تنگ شده واقعا. ببینید من بهتون نشون بدم، اصلا این ور جاده رو ور میداریم که چارگوش قشنگ تمام صفحتون بیفته. ببینید این جاده، اینم ماشین، اینم دریاچه. ببینید تو کار نقشه کشی و اینها شما یه خطکشای مخصوصی هست، میگی شما یه اینچ که میکشی این یعنی مثلا یه متر، یا مثلا میگه یه سانت که میکشی یعنی یه متر. ببینید این یه ماشینه، درسته؟ اینجا این دریاچه ای رو که میگن والا اینجا بهش میگن پاند یا لیک، و رسم یه جایی که خونه ها رو میان درخت ها رو میزنن و حالا نگرانن که این دیگه زمین و این درخت ها و این آسفالت و اینا آب رو نگه نمیداره، یه جایی اسمش حالا انجل شما میخوای تو ایرانی بذاری دریاچه مصنوعی بذار، درست میکنن، آبای بارون اینها میاد، اولش هم خودشون با ماشین و با اینا میان آب میریزن داخلش، حتی ماهی هم میریزن که این ماهی ها و اینها زندگی و اینها رو اونجا چیز کنن، تصفیه میکنن. این که هر چیزی اینا درست میکنن من و شما فوششون بدیم به جای نمیرسیم دوستان. این که یه خون یه اصلا چیه، مثل یه جایی اینجا از اینا خیلی زیاده، یه ریکریشن رومه، یعنی یه اتاقی که برای مهمونی، یه خونه نسبتاً بزرگتریه که اینو اجاره میکنی برای مهمونی و مثلا اینها، اینا هم چند تا خونه است. حالا اگه شما به من بگی اینو یا آقازاده رفته زمین گرفته، همین دوستمون آقای احمدعلی مسعود انصاری اصلا رشتش چیز دیگه بوده، زمان شاه رفته یه زمینی بهش دادن، رفته شهر ساخته و مردم و اونجا خانم مقدسی میگو همین دوست شما خونه ساخته، آب و برق و اینا به مردم نداده، زمینا رو هم فروخته، آقای چیز میگو اصلا تموم نشد اون تر، نمیدونم پولا اینجوری بود، هر کسی یه عذر بهان. ولی دوستان این دریاچه و آب و خوش کردن و این ماجراها و این مزخرفات و آخه یکی بگه اسمش هم بنویسی که بتونیم بیاریم باهاش صحبت کنیم. بعدم این که
آقا مگر ما کنار دریا نداریم؟ چرا اینجا لیک ان ساختی؟ چرا اونجا لیک آنا ساختی؟ اینجا 20 آپارتمان یه آب درست کردن گذاشتن. این دوست ما علی اونجا خونه داره، شما میری یه دونه از این قایقا میخری 19 دلار 20 دلار، با پمپ بادش میکنی، میری یه ساعت رو این دور میزنی میاد. آخه این یه پاند، یه نمیدونم دریاچه کوچولو، این چه کار داره که آقا کسی میخواد بره کنار دریا، بلندش بره خلیج فارس؟ آخه این مزخرفا رو اون وقت کسایی که تو آمریکا هستی، تو اروپا هستی، اینجا 10 تا خونه سال 2003 ساختن، این 10 تا خونه رو ساختن، فوری دیدن حالا دیگه اینجا درخت نیست، آب بارون که میاد میره تو خیابون دیگه، آمدن اون بهش میگن سور، فاضلاب. فاضلاب هم اینجا دو رقمه، یکی فاضلاب مال توالت و اینها هست، یکی آب بارونه که روش هم نوشته عکس یه ماهی گذاشته، نوشته اینجا توش روغن و چیزای کشنده و اینا نریزی. همین پشت خونه ما این آبا میاد رد میشه. حالا این آب میاد رد میشه، میره وایس اونجا تا موقعی که خوش بشه، یعنی پخشش میکنن که خوش بشه دوباره، حالا بره اون روند طبیعیشو چیکون. آخه اینا رو ننویسید. بله اینا این کارا رو کردن، آب کشیدن بردن به یه جای، ظلم کردن که آب نمک قم درست بشه، ولی شما وقتی اینو مینویسید دیگه اون حرف درستت هم گوش نمیکنن. یعنی زمان شاه هم که سد زدن کرج، بعد اونجا من رفته بودم دیده بودم اسکی روی آب و فلان و بیسار، آقا برای اسکی روی آب که سد نزده بوده اون بیچاره، اون زده بوده که این آب مهار بشه، توربین برقی بذارن فلان بشه. بله حالا که آب اینجاست روش اسکی هم بکنیم، یه درآمدی هم داشته باشیم، مردم هم خوشحال بشن. نکنید والا، هممون شدیم چوپان دروغگو. ای کاش من اینو قبل از سال جدید اومده بودم بهتون گفتم، بیاین تصمیم بگیرین. یک کمی اولا اینجا میگن کارایی که سرچ اند ریسرچ، یعنی یک کم تحقیقی انجام بدین. همین که اون دوست ما مینیسه دونالد ترامپ اینجوری بوده، مینیسم این من چک کردم درست نیست. میپرسه چجوری، براش توضیح دادم، شما توی گوگل تایپ کن بگو که مثلا سوربی در 1964 گفته که 2 به اضافه 2 میشه 64، میارن میگن نه اصلا سوربی 1964 اینجا نبوده. این خیلی ساده است. حالا اینا هم دو تا سنگو باز یه بار دیگه من این عکسو بهتون نشون میدم دوستان. این والا من نمیدونم، توی فارسی ما بعضی وقتا کم میاریم لغات. مثلا ما اینجا لیک داریم، پاند داریم، من مید پاند داریم. من مید پاند، شما میتونی پشت خونت اگر زمین داشته باشی یه لودر بگیری یه روزی، اینو یه گود بکنی یه جوری که آبا بره اونجا، بعد دو سه تا بارون شما اونجا من مید پاند داری، هیچی هم توش نریزی، قضیه داروین رو قبول داشته باشی، اونجا یه موجوداتی توش درست میشه. حالا امیدواریم گودزیلا و نمیدونم دایناسور اینا نباشه و ماهی های زیبا باشه. ولی نکنید با این فرستادن این خبرها اینجوری خودتون رو بد نکنید. اسمتون رو با افتخار زیر یه مقاله بنویسید که نشون بده شما رفتید تحقیق کردید. آقای مسعود ناصری گل، نازنین کرمانی عزیز، شما بنویس من هم این به دستم رسید و نمیدونم، فرستادم فقط چون خوشم اومد. حالا امیدوارم ایمیل تو پیدا کنم بتونم یکی یکی همونجوری که به جواب دادم میگم خب آقا منم که همینو گفتم، منم گفتم یا ایشون این مال خودش نبوده یا خوشش اومده از اینکه موزیک ایرانی زدن فرستادن. بعد ما یه دختر آمریکایی اگه شعر گل سنگم رو بخونه 2 میلیون بار برای همدیگه میفرستیم، ولی یه بدبختی سوربی بیاد برنامه بذاره حرف درستم زده باشه خوشمون اومده باشه برای دوستمونم نمیفرستیم. آقا طرف ببخشید من اینو میگم، پسره میره یه چیزی میخوره تو شکمش گاز تولید میشه، میاد تنبونشو میکشه پایین، فندکو میگیره دم باسنش، یه بادی رها میکنه، این باد چیزای الکل و ملکل و اینا توشه، گاز ماز آتیش میگیره، این 10 میلیون روی یوتیوب دیده میشه. ولی دکتره میاد تو برنامه درباره مریضی که ما داریم صحبت میکنه 30 نفرم نمیبینیم. درست نمیدونم
و اما حماقت جدیدی که ایران را به جای عربستان در صدر اخبار منفی جهان قرار داد. همینجا من یه سوالی دارم، این عربستان که در صدر بالای خبر منفی بود، آمریکا چه کار کرد؟ دنیا چه کار کردن تو اون دو روزی که خبری از ایران نبود؟ ولی اول اومد که این 48 نفر رو اعدام کرده و اون مردم آدم چیزی نبوده، آدم اسلحه و تروریست و فلان نبود. چه کار کرد؟ هیچی. آمریکا برش نمیش آقای کینگ نمیدونم عربستان سعودی یکم با قانون بشر چیز کن. اینا هم کارشون خرابه، اینا هم دنیا رو گند زدن. و حالا میخونیم با هم این رو، ببینیم که این دوستمون چی نوشته بعد از اون ماجرای پاند و دریای نمیدونم آخوندا. کمرای دو. بله، میگه حماقت جدیدی که ایران را به جای عربستان در صدر اخبار منفی جهان قرار داد و اعدام در عربستان را به فراموشی سپرد. عصر ایران دیشب تهران و مشهد شاهد حملات شدید معترضان به سفارت و کنسولگری عربستان در پی اعدام شیخ نمر یا نمر یا نمار هرچ بودن. اعتراض هایی که نشان از عصبانیت مردم شیعه ایران از این اتفاق بود. عربستان با اعدام شیخ نمر نشان داد به دنبال ماجراجویی در منطقه و تقابل با ایران است. آل سعود می خواهد ایران را وارد جنگ کند، جنگی که نه تقابل ایران و عربستان بلکه تقابل شیعه و سنی است و می تواند فرقه گرایی را در خاورمیانه به اوج خود برساند. این اعدام نشان داد که در عربستان عقلانیتی وجود ندارد، اما پشت این حرکت یک استراتژی بزرگ نهفته است که ایران و شیعیان نباید از آن غافل شوند. تقریبا برای همگان از جمله آل سعود مشخص بود که اعدام شخص یا اعدام شیخ نمر اعتراض گسترده شیعیان در عربستان، عراق و ایران را به همراه خواهد داشت. حالا این شیخ از اون بهار عربی بود که توی تونس و مصر و اینجاها شروع شد، این از اون موقع هی نغنغ میکرد و اگه یادتون باشه یکی دو بارم این شاه جدید عربستان هی گفته بود که ما میخوام یک کارای انجام بدیم. همین حالا شاید به خاطر نغنغای اینم بود، دیدید ماه گذشته مثلا خانم ها توی عربستان تونستن اقلا رأی بدن، دو سه تا نماینده نمیدونم این مجلس و شهرداری و فلان بیسار فعلا شروع شده از زنها. و اینه خلاصه نوشته که استراتژی نهفته عربستان پشت این اعدام ضربه زدن به حیثیت ایران در منطقه و جهان است. آل سعود به خوبی می دانست که اولین کار ایرانیان عصبانی حمله به سفارت و احتمالاً آتش زدن آن است، کاری که درست در شب گذشته در تهران و مشهد انجام شد. این حملات باعث شد تا توپ از زمین عربستان با گل خودی عده‌ای به زمین ایران بیفتد. اصلا این غلطه، شما باید دنبیسی از زمین عربستان به زمین ایران و خودمون به خودمون گل خودی زدیم، و الا از زمین عربستان که با گل خودی به زمین ما نمیفته. اگه اونا گل به خودشون زده بودن که خراب بود. بد مینویسید، اینقدر بد مینویسید که من با این سواد کمم اشتباهاتونو میفهمم. در صدر اخبار رسانه های جهان در روز گذشته نه اعدام شیخ نمر یا نمر بلکه حمله به سفارت عربستان در تهران بود. بالا رفتن از دیوار یک سفارت خارجی در ایران برای رسانه های جهان به شدت جذابتر از اعدام شیخ نمر در عربستان است. قطعا اعدام شیخ نمر محکوم است، اما حمله مردم عصبانی از اعدام این شیخ به سفارت عربستان درست همان چیزی بود که حکومت ریاض منتظر آن بود. این دولت می دانست که برخی در ایران منتظر دولت نمی مانند و خود اجرای احکام در سیاست داخلی و سیاست خارجی را به عهده می گیرند. خب این خبر رو دیدید و شنیدید و عکساش هم هست، بذارید عکسای اینجا رو اگه بتونم بهتون نشون بدم. بله عکساش اینجاست.
ببینید ایران چون سابقه اون حمله به سفارت آمریکا رو داره، خب این قسمت رو راست میگه، میاد این خبره اونای دیگر رو اصلا پاک و مبرا میکنه، اینا خودشونو میبره زیر سوال. از این ورم روحانی گفته این کار درستی نبوده، گویا این دفعه به خامنه ای ندیدم نفهمیدم چی گفته، ولی اونم سر صدایی نکرده با اون صورت. ولی 40 نفر از اینا رو گرفتن، اینا رو به نظر من باید چوب تو آسینشونو بکنی که طرف نیاد اینجوری لبخند بزنه. این پوز که میگن، این یادتونو میگفتیم طرف پوز میده قیافه میگیره، اینجا هم هست برای عکس گرفتن میگن پوز یعنی فیگور بگی. این میاد اینجوری خنده میکنه عکس میگیره، اینا رو یکی یکی شناسایی کنید بگیرید چوب تو آسینشون بکنید بیارید تو میدونای شهر، اینا بدن بگن غلط کردیم، مردم این کارو نکنن دیگه. بله بیا ببین سفارت و کنسولگری عربستان رو توی تهران و مشهد به چه روزی در آوردن. حالا بابت این چند برابر پول این ساختمون رو ایران ضرر میکنه تو کشورهای دیگه و اینها خدا دانه. بفرم اینا هم یه مشت عقب افتاده بیکار هم آتیش میزنن و خراب میکنن، از اون وسط هم یه سری چی میدوزن میبرن خونه شون و پول گیرشون میاد، دوباره منتظرن یه خبر دیگه بشه بریزن تو خیابونا. اینا اوباش عرازل اینا هستن، اینا رو شما بگیرید. حالا میگم گویا 40 تاشون رو گرفتن. اینم چیزایی که مال سفارت و کنسولگری بوده آوردن بیرون، عکس و مکس و اینها. اینم مردم بیکار وایستادن اونجا. اینم آتش بازی سال نو ایرانیا، مثل اون دبی بیچاره آتش بازی توی هتل آدرس ساعت 9:30 شب، 2 ساعت و نیم قبل از 12 شب. آخه یکی به دبی هم بگه آخه تو چیکارت به جشن سال میلادی، شمایی که هنوز توی ماهای قمری نمیدونم ذیحجه و ذیفجه و فلان گیر هستید، این دیگه میلادیش تخفیفتون. خب و اما این چیه؟ تسنیم نیوز. تسنیم نیوز ببینیم چی بوده که من این رو گذاشتم براتون باز کنم. بعضی از این وبسایت‌های ایرانی دوستان وقتی میزنی یه ربع ساعت اینجوری 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 می‌کنه، هیپنوتیزمت می‌کنه. همینا هم هستن که ویروس میروس میفرسن توی کامپیوتراتو. آها اینو من از این لحاظ گذاشتم. اولا میدونید که یه شخصی به نام محمد علی اینانلو، میدونید اینای اوسانلو مدانلو دوانلو اینا هر کی لولو اینجوری پشتشه، اینا توی ماجراهای سرکوب پادشاهان و اینها این بند خدا رو کوچ دادن از کردستان و این برانور به شمال به شیراز به این برانور. اصلیتشون فکر کنم کرد هستن دقیقا، حالا نمیدونم تاریخ چیز زندگیشون، ولی این هر فامیلی که لو پشت سرشه فامیلای معمولا معروف و بزرگی هستن و اینها یه مقداری هم این خون اعتراض و سرکش بودن تو وجودشون هست. یه آقای به نام محمد علی اینانلو کارشناس محیط زیست بوده که خب انتقاد میکرده از محیط زیست و اینها و گویا فیلم هایی میساخته، گزارش هایی درست میکرده که من یه دونش هم ندیدم، ولی طبق معمول دیدید که توی فیسبوک وقتی یه همچین اتفاق میفته هم میگن روان شاد مرد خوبی بود فلان. اگر از یکی سوال کنی آقا میشناسیش؟ بله آقا. خب این مرده دیگه، بیچاره نمیتونه صحبت کنه. ببینید اینو نسیم خبرگزاری تسنیم، ببخشید گفتم نسیم. حالا این چی گفته؟ این زیر عکس خیلی جالبه دوستم، ببینید اینا روشن فکرای مملکت. حالا ایشون فوت شد رفت، روان شاد یادش گرامی، ولی ببینید چی میگن. محمد علی اینانلو کارشناس محیط زیست با انتقاد به روند مدیریت کنونی محیط زیست عنوان کرد: سالها پیش هم گفته بودم که محیط زیست تنها محیطی است که باید مدیریتش با مرد باشد، زیرا این محیط زیست جای سسولبازی نیست، زیرا طبیعت خشن است. اولا به خانمها جا به جا توهین کرده، درست مثل شاه که به باربارا والتر گفت که مردا
یه چیزی دارن، حالا نمیدونم اون چیزش کجاش بوده، یه چیزی دارن که بهتر از خانما هستن. و همین خانم فرح پهلوی که الان بلبل شده، اون موقع خفه شد، به جای اینکه بگی مرد حسابی تو منو کردی نایب السلطنه و تو چه چیزی بیشتر از من داری؟ من بیشتر از تو میفهمم، بیشتر از تو درس خوندم، باسوادتر از تو هستم. خفه شد فرح دیبا و سقف رو نگاه کرد که اشکش نیاد پایین. ببینید دوستان، این کارشناس روشن فکر قرن 21 ماست که گویا هفته پیش فوت شده. اوکی. میگه که حالا چرا مدیریت این با یه خانمیه مثل که خانم ابتکاره، میگن خیلی هم بدون ابتکاره و بلد نیست، ولی بگو آقا این کار مثلا کار خانم ها نیست، چون یه روح ظریفی دارن یه فلان، ولی سسول بازی یعنی چی؟ تا اونجایی که من میدونم توی شیراز اونایی که گی بودن، اون موقع کلمه ما همجنسگرا و همجنسباز و اینا رو نداشتیم، به مردهایی که مثل زنها را میرفتن، مثل زنها ادا و اطفارشون یا آرایششون بود، میگفتن طرف سسوله. نمیدونم شما تعریفتون از سسول چیه. بعد این آقا یه مدتی اصلا کنارگیر شده بوده، وقتی که خیلی از محیط زیست و اینها دفاع میکنه، گویا عکسهایی ازش پخش میشه که همین آقای محیط زیست دوست چندین نمیدونم گوزن و آهو اینا رو شکار کرده بوده، وایساده بوده بالاش عکس افتخاری گرفته که من اینا این حیوانای بی چی میگن بی اسلحه و بی دفاع رو من با این اسلحه زدم کشتم. گویا اون عکس‌ها رو که منتشر میکنن ایشون یه مقداری کلن سرخورده میشه و اینها. بعدم حالا به چه دلیلی این سیبیلایی که من میبینم با اون رنگ زردش من یاد آقای لطفی میندازه. ایشون حتما سیگاری بوده، سیگارم که خب قربونش برم سرطان و مرطان همراه خود میاره و الی آخر. آقا بیا از خانم ابتکار ایراد بگیر، ولی به زنا نگو این باید مردونه باشه و این کار سسولیه. اونم کی؟ موقعی که پاکستان چند سال پیش نمیدونم رئیس جمهور و نخست وزیر زن داشت، موقعی که الان کشورهای دیگه مثل کدام اون کشوره که رئیس جمهورش زنه، یا آمریکا الان میخواد فکر کنم آخرش هم هیلری کلینتون بشه. خب دوستان این کارشناس ما بوده، گوینده رادیو، روزنامه نگار، مستندساز، این هم این کارشناس محیط زیست. وی با پرداختن به برخی کارهای خاص مدیریت کنونی محیط زیست از جمله رها کردن کبوتر به جای ذبح گوسفند ادامه داد. طبیعت همچنان که قشنگ و آرامش است، خشن نیز است. بنابراین وقتی همان مدیران صبح تخم مرغ می‌خورند، مسلمان حیات مرغی را می‌خورند و اگر غذای گوشتی می‌خورند، جان گوسفند و گوساله‌ای گرفته شده است. بنابراین محیط زیست جای رنگ صورتی کارتون‌های والت دیزنی نیست. به این میگن تندروی. آقا شما ویجیتریان شدی؟ برو تا اونجایی که دلت می‌خواد تبلیغ ویجیتریان بکن. برو تا اونجایی که میتونی مردم رو دعوت کن که بیان شما رو چیز کنن، ولی به اونایی که نشدن بد و بیران نگو، برای خود دشمن درست کن. برگردیم بابا بریم دنبال شوخی، ما رو چه کار به خبرهای جدی؟ حرف جدی بزنیم، آقای منصور مسعود ناصری از اون ناراحت میشه. حرف جدی بزنیم، دوستان دیگه یکی یکی ناراحت میشه. میدونید که چند مدت این مسلمونا که هم میگن بریم بهشت و اینها، یه سریشون هم برای بیچارهای عقب افتاده است که دوست دختری نداشتن، زنی تو ده و دهکدهشون نبود و اینها، و قولی که بهشون میدن اینه که شما اگه کشته شدی، اگه پیروز شدیم که میریم اون قبیله رو میگیریم، انقدر دختر تو شو فلان و اینها، اگه کشته شدی هم تا میریم اونجا 72 تا فرشته باکره برات وایساده. اینجا نوشته در ماه‌های اخیر بر اثر شهید شدن زیاد، تعداد زیادی از حد مسلمانان توسط یکدیگر و رفتن به بهشت و رفتار وحشیانه آنها با حوری‌ها در بهشت، حوریان از بهشت فراری شده و متقاضی پناهندگی از کشورهای اروپایی غیر مسلمان شدند. این رو هم آقای علی بیستاره درست کرده و نوشته. البته این قبلا هم بود روی اینترنت. میگم جایی که چیزی که خودمون درست میکنیم اسممون بزنیم پاش،
برمیداریم چیزی رو که یکی دیگه درست کرده، اسم اونو پای اون میذاریم. یعنی چی؟ کارمون خیلی خرابه. ساعت 3 بعد از ظهر من معمولا میگم 60 دقیقه با شما، میخوان از امروز این کار انجام بدیم، کوتاه، اینجا میگن short and sweet، مفید مختصر، به جای اینکه 2 ساعت ما اینجا صحبت کنیم تا بعد اون خانم تازه بیاد بگی که آقا منظور شما چیه میایی اونجا صحبت میکنی. ما شیطنک چی میگن شیطنت کنیم، بگیم منظور ما اینه که فضولا رو داریم میشماریم. چی بگم؟ بخشی از سخنرانی دکتر احمد دشتمرد، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در انجمن جامعه شناسی ایران. اگر ما میگوییم زمانی که پارس ها تمدن و دین داشتند، اعراب دختران خود را زنده به گور میکردند، قطعا 100 سال دیگر اعراب میگویند زمانی که ما میزبان جام جهانی بودیم، ایرانی ها دخترانشان را به استادیوم را نمیدادند. گفتیم اقتصاد، گفتند باید اسلامی شود. گفتیم فرهنگ، گفتند باید اسلامی شود. گفتیم اخلاق، مگر اخلاق غیر اسلامی هم داریم؟ گفتیم علوم انسانی، گفتند انسانی چیست؟ بگو اسلامی. گفتیم روابط زن و مرد، گفتند ای بابا چه معنی دارد این روابط؟ گفتیم وجدان، گفتند اسلام. گفتیم این اون اون اون، گفتند اسلام 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 اسلام. گذشت و گذشت، چیزی نگفتیم، فقط رفتیم مغازه مرغ بخریم، دیدیم نمیتوانیم. گفتند چه ربطی دارد به اسلام؟ رفتیم روزنامه خریدیم و مشغول خواندن و خبرهای راندخاری و اختلاس بودیم که به ناگاه آمدند و روزنامه را از دستمان گرفتند و گفتند به اسلام چه مربوط. نگاهی به دوربرمان انداختیم، روانهای پریشان دیدیم و مردهای چشم چران، گفتند اینها تهاجم فرهنگی است. و ما از خودمان پرسیدیم پس این تهاجم فرهنگی کنندگان، ما بینیم مهاجمان فرهنگی، تهاجم فرهنگی کنندگان یعنی چی؟ چرا خودشان اینقدر چشمچران نیستن؟ خواستیم ویزای عربستان بگیریم برویم آنجا، از خود خدا بپرسیم، گفتن عربستان ضد اسلامی، دیگر به ما اسلامی ها ویزا نمیدهد. خلاصه کمی سرمان گیج رفت و یک لحظه فکر کردیم دوچار هپروت اسلامی شدیم. دوباره به خود آمدیم و دیوان حافظ را گشودیم، دیدیم گفته گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اگر بدانید کرایه هر اولا، این من 5-6 تا جوک و اینها رو ایشون میبینم قاطی کرده و یه چیز خیلی طولانی، بعد آخرش هم اسم خودش رو با افتخار نوشته. فکر کنید اسم خودش رو چی نوشته؟ هیزم کش جهنم. اینم اسم نوشتن ما ایرانی هم. خب هما ناطق، نویسنده و پژوهشگر عصر ما، به ابدیت پیوست. روان شاد، یادش گرامی، بنده نمیشناختم ایشون رو، برعکس افرادی که تا یه مرده پیدا میکنن میگن بله من تمام کتابای ایشون رو خونده بودم و نمیشناختم. من اصلا خیلی از نویسندگان، خیلی از روشنفکرها رو نمیشناسم. هما ناطق، نویسنده و پژوهشگر عصر ما، به ابدیت پیوست. 1349، چهره استعمارگر، چهره استعمار زده، نوشته آلبر ممی یا آلبرمی. 1152، از ماست که بر ماست، مجموعه مقالات تاریخی. 1353، آخرین روزهای لطفعلی خان زن، نوشته هارفورد جونز، ترجمه با همکاری جان گرنی. 1354، روزنامه قانون میرزا ملکم خان. 1356، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار با همکاری فریدون آدمیت. چاپ نشده، باکو در 1905. چاپ نشده، تبریز در 1906. 1358، مصیبت وبا و بلای حکومت. 1363، کارنامه و کارنامه و زمانه میرزا رضا کرمانی. 1365، نامه های تبعید میرزا آقاخان کرمانی با همکاری محمد فیروز. 1363، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهی و رژی تنباکو.
نمیدونم این رژیه چی نمیدونم. 1368 ایران و راهیابی فرهنگی، بعد نشته از 1834 تا 1848. 1997 کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران و سال 2004 حافظ خونیاگری، می و شادی. این را هم دوستان از کتاب فارسی فرستادن و زیرش نوشته که من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمی کشم، چراغ می افروزم. این را هم بعد نوشتن زیرش زرتشت. خب حالا دوستان زرتشتی که فحش و فضیحت میدن، اونا میگن ما هر کی فحش داد فحشش میدیم، نمیدونم. خب این نمر النمر خواستار برپایی نظام ولایت فقیه در سعودی و منطقه بود. در رابطه با همین شیخی که توی عربستان سعودی کشتن، این دوستمون نوشته که آقای آل احمد نوشته که دبی العربیه نوت فارسی یا نت فارسی سعودی و دیگر کشورهای منطقه شاهان نوشته نمر النمر روحانی شیعه‌ای که شنبه دوم ژانویه به همراه 46 تن دیگر از محکومان در اعمال تروریستی در سعودی اعدام شد، همواره در سخنرانی‌های خود برای برپایی نظام ولایت فقیه در سعودی و دیگر کشورهای منطقه شعار می‌داد. در این ویدیو یکی از این سخنرانی‌ها منعکس شده است. تروریستی که در سال‌های گذشته سعودی را هدف قرار داد، تنها در یک منطقه متمرکز نبود. چندین هسته تروریستی ظاهر شد که با حملات و اعمال تروریستی خود کشور امنیتش را هدف قرار می‌دهند. شهرک عوامیه در استان قطیف در شرق سعودی شاهد چندین حادثه در سال. در صورت آقای آل احمد اینجا ویدیویی نبود، شما هم زیرش نوشته بودی نظر بده، نوشتن آقا بیکاری، حالا می‌خوایم ما نظر بدیم یه نفر بیاد ما را اعدام کنه به خاطر که نظر دادیم، ولمون کن. بله تصاویر اولین ها در ایران، اولین تیم فوتبال، اولین زن خلبان و آخر. میدونید یه زن خلبان آمریکایی هست که اولین بار یا دور کره زمین رو میخواست پرواز کنه یا میخواست اقیانوس به اصطلاح از آمریکا بره اروپا و اینها، بعد گم شد، یه مدتی شایعاتی بود و اینها، تازگی دارن میگن که ایشون سپی بوده، یعنی جاسوس بوده. یه خانومی که به اصطلاح هیستوریان هست یا تاریخ دان هست یا تاریخ نمیدونم چی بهشون بگیم، این گفته که خود اون خانومه بهش گفته بوده که دو روز این رو برده بودن توی وایت هاوس و مثل این که بعد از اون ماجرا هواپیمای این گم میشه و اینها، و اینجوری هم نیست که میگن ما نمیدونیم. البته میدونید همیشه این سیاست های دسیسه هست دیگه، کدومش درسته نمیدونم، هرچی بیشتر بخونی گیجتر میشی. این عکس اولین تیم فوتبال در ایرانه و این هم عکس اولین تاکسی ایران، دو تا گذاشته ولی نوشته اولین، یکیش مرسدس بنز. من فکر نمیدونم اون مرسدس بنز خیلی قدیمی نیست، 190 یا 220، این یکی من نمیدونم چی، این داتسونه چیه، نوشته اولین تاکسی ایران. بعد نوشته که عفت تجاری اولین خلبان زن ایران در سال 1318، صدیقه روحانگیز در نقش دختر لور، اولین فیلم ناطق ایرانی. دوستم من اون روز که اینو دیدم توی تلفنم اینو میخوندم و عینکم با هم نبود، اینو میخوندم دختر نر. من میدونستم این فیلم دختر لور خیلی هم معروف بوده تو ایران، ولی گفتم یعنی چی، چرا یه خانمی بیاد توی یه فیلمی بازی کنه که اسم اون دختر نر باشه، اینو نمیدیدم. حالا بعد یادم اومد، خندم گرفت و گفتم به شما بگم. صدیقه روحانگیز در نقش دختر لور، اولین فیلم ناطق ایرانی. اولین تیم پرسپولیس تشکیل بعد از انحلال تیم شاهی. اولین و قدیمی ترین تصویر از تیم تاج استقلال. اولین پول کاغذی ایرانی اسکناس 5 ریالی دوران پهلوی. اولین ماشین پلیس تهران که این بنزا فکر کنم اون وقتا بنز 180 بود، این شکلی هم 180 هم 200 مثل این شکلی بود. اولین قطار در ایران، کاش که سالش رو هم نوشته بود،
قدیمی ترین تصویر از حرم سید الشهدا در کربلا، قدیمی ترین تصویر از حضرت معصومه در قم، پایین تری بیا، قدیمی ترین تصویر از حرم شاه چراغ در سال 1280 شمسی، اولین گواهینامه رانندگی در سال 1307 کوروس، نوشته کورس شوفری ایران. این کورس چیه؟ ببینید تصدیق نامه، بذارید درست بیشتر بهتونشون بدم، یک لحظه امانم بدهی. بله، نوشته که تبریزم بوده، تبریز نمرش معلوم نیست یا پوشوندنش، کورس شوفری ایران. این شوفر فکر کنم اصلش فرانسوی باشه، البته اینجا میگن CDL Commercial Driver License یا شوفر لایسنس، تو ایران همین شوفر میگفتیم همین تصدیق نامه. تاریخ 9 مرداد 1308 30 ژانویه 1929 به موجب این ورقه تصدیق می نماید. چی آقای سیف الله فهان یا خانان یا هم چیزی از تاریخ، خلاصه ایشون چیز گرفته بوده، گواهینامه گرفته بوده. اولین بزنید چی شد. بله، ما روی این کلیک کردیم، ما رو برد یه جای دیگه. نتیجه امتحانات میگه قسمت علمی فن اتومبیل رانی خوب، قسمت عملی فن اتومبیل رانی خوب، قسمت سوم، قسمت سوق یا سوق اتومبیل، سوق دادن یعنی رانندگی، یعنی چی میگن جهت دادن اینا، گفته خوب. متخصصین نمیدونم یه چیزی اینجا امضا، معلمین کورس ایران، اینم امضای یه شخصی بوده که انگلیسی امضا کرده. و اولین و قدیمی ترین موتورسیکلت جهان، بذارید باز این تصویرها رو براتون بزرگتر کنم تا اونجایی که امکان داریم اقلا بهتر ببینیم. بله، قدیمی ترین تصویر از مقبره فردوسی در سال 1311، قدیمی ترین تصویر از دروازه قرآن شیراز، اولین و قدیمی ترین منوی ایران در سال 1270 شمسی. این صورت غذا میگفتیم چی میگفتن اینجا منیو میگن، تو آمریکا میگن منیو. بله، نوشته مشهدی میر آقا قرآنی، چلو 6 عباسی، پلو 6 عباسی، کباب اضافه 6 شاهی، کباب سلطانی 1 قران، دوغ 1 عباسی، دوغ بزرگ 2 عباسی، شربت 3 عباسی، تخمق 3 شاهی، لیمونات 3 عباسی، لیمونات، نان 1 عباسی، چای 2 شاهی یا 3 شاهی، درست نمیبینم، چای شیرین 4 شاهی. اولین تلفن همراه در ایران متعلق به ناصرالدین شاه، متاسفانه عکسش ننداخته، ولی اولین اسکناس جعل شده در ایران، یکی از قدیمی ترین تصاویر به جای مانده از خانه خدا، قدیمی ترین عکس از مقبره کوروش. قدیمی ترین تصویر از اعدام با طناب دار، اسکرخان شرور شیرازی 1290، اولین زن میلیونر ایران، خانم اولین زن میلیونر میگه خانم سیما مشیر سلیمی با یک سری پنج تایی 1,200,000 تومان برد، کارمند ناحیه 8 آموزش پرورش. نوشته اولین خیابان آسفالت تهران، خیابان الماسیه سال 1110، اولین تصویر گرفته شده از 33 پل اصفهان، اولین شناسنامه ایرانی، شماره شناسنامه 52، مگه میشه آخه اولینش باشه و شمارهش 52 باشه؟ 15 دی ماه 1305، آقای اسمش خط زده، نام خانوادگیش خط زده. حالا مثلا اسم اینو ما بدونیم، این بنده خدایی که فوت شده، چه چیزی عوض میشه؟ میریم براش کردیت کارت میگیریم، میریم به اسمش زن میگیریم. اینم ما ایرانی ها زنده جرأت نمی کنه اسمش پای شعرش بذاره، اسمش پای نوشتش بذاره،
مرده هم که رفته ما میام اسمش خط میزنیم. اولین کودکستان ایران در سال 1317. با این عکس این اولین ها تموم میشه و بیان سراغ ما. من و شما دوست دارید اولین باشید؟ اولین باشید و خیلی دردسر داره، باید خیلی زحمت بکشید تا اولین بودنتون رو به اصطلاح همیشه نگه دارید. در رابطه با برنی سندرز گفتم و اینکه 75 میلیون گفتم 75 ولی 73 میلیون دلار ببخشید تو ایرانی وقتی عطسه میکنیم چی میگیم؟ اینجا میگن معذرت میخوام. میدونم اونا میگن عافیت باشه، اینا فوری میگن God bless you یا bless you. خب میگه که با هم تونستیم بیش از 2.5 میلیون contribution، اونایی که پول هدیه میکنن، و totaling of 73 میلیون in last year. میگه تو سال 2015 ما تونستیم از کمک هایی که از 2.5 میلیون نفر، حالا بعضی ها ممکن دو بار سه بار کمک کرده باشن، مبلغ 73 میلیون جمع کنیم. حالا باز نوشته که Today we are very proud to announce some extraordinary news. Our supporters have made 2.5 million contributions to our فلان میلیون including 30 million in the last 3 months. بله میگه این 73 میلیون 33 میلیونش فقط توی 3 ماه گذشته بوده، درست مثل تلویزیون مردم که ما هم میگیم آخر سال اول سال، انگار که شماها خوابی. اینم براتون بخونم و هی دلم میخواد که برم میبینم نه یه سری چیزایی رو براتون گذاشتم اینجا که بیاییم بخونیم و بگیم. میگه بزرگترین هدیه‌ای که میشه به کسی داد زمان است. وقتی برای یک نفر وقت میذاری قسمتی از زندگیت رو به او دادی که باز پس نمیگیری. دقت کنید که برای چه کسی وقت میذارید. این نوشتنها رو که مثل حرف زدن می‌نویسن بعضی وقتا یک کمی مشکل ایجاد می‌کنه. مثلا اینجا نوشته دقت کنید که دارید برای کی وقت می‌ذارید. نه I don't know. خب اینم از این. اون خانمی هم که از ما پرسید آقا شما چرا میای این چیزا رو میگی؟ هدفت چیه؟ من دارم برای شما وقت می‌ذارم. و بعضی وقتا آدم باید حواسش باشه که برای کی وقت می‌ذاره؟ برای چه کسی وقت می‌ذاره؟ آیا اون طرف ارزشش رو داره یا نداره. امیدوارم که شما ارزشتون خیلی بالاتر از اینی باشه که من دارم براتون وقت میذارم. خب این رو هم بخونم دیگه بریم تا ساعت 4 هم آماده بشیم برای آقای اجلالی. سخت است فهماندن چیزی به کسی که برای نفهمیدن آن پول میگیرد. من هیچ مشکلی ندارم که آدم ها مؤمن باشند، هر کاری میخواهند بکنند و هر چرا میخواهند بپرستند، ولی نباید از ایمانشان به چیزی که خدا میخوانند برای مسلط شدن بر دیگران استفاده کنند. این آقای راجر وادرز گفته. تو عزادار حسینی، من عزادار افکار پوسیده تو. 81 میلیارد تومان فقط در یک شب هزینه شام هیئت میشود. ما بعد از خوردن این نظریه‌های میلیاردی آرزوی شفاعت بیمارانی را می‌کنیم که به دلیل نداشتن هزینه درمان آرزوی مرگ می‌کنند. التماس تفکر. ایمان مذهبی بزرگترین دروغ‌هایی است که بشر برای تبرئه خود قالب زده و گشادترین کلاهی است که به سر خودش گذاشته است. صادق هدایت اینجوری که میگه این رو توی توپ مرواری یا توی کتابش نوشته. این صادق هدایت روشن فکری که اقدر میفهمیده که نباید خودکشی کنه، باید این زجری که شما کشیدیم چهار نفر روشن کنی. هیچگاه درک نکردم چرا کافری که مریض میشود دوچار عذاب الهی شده و مسلمانی که مریض میشود دوچار آزمون الهی. جه نرمترین بالشی است که انسان میتواند سر خود را بگذارد و بخوابد. زنده یاد احمد کسرایی. احمد کسرایی کسی است که دوست ما به روز میگه این 20,000 ولت به بدن مرده فرهنگ ما زده. من میگم کسی که اینقدر میفهمید نباید کتاب آتش میزد. و
و اما مصاحبه جنجالی رضا رشیدپور با جعفر شجونی. این جعفر شجونی عکساش و اینا هم هست، خودش هم قشنگ میگه خب ما اون موقع معلوم بود که باید با با ساواک و ماواک و اینها هم کاری میکردیم، ولی این گفتگو رو وقتی میبینید جوکایی که درباره جنتی میگه خیلی قشنگه و نشون میده این آخوندا همون موقع هم همینجوری بودن. ما توی فامیلمون 3 تا آخوند داشتیم، 4 تا مصباحی، دستقی، یکی دیگه بود الان یادم رفته، نمیدونم فامیلشون مجد بود، با این مجد شمالی ها که آقای مجد اینا هستن، نبود حسن مجد اون بود، تریاک هم میکشید، و یکی دیگه جزائری. اینا همشون هم بزلگو شوخ. اون حسن که میمد وقتی مجلس بود لباس شو اینا رو میذاش کنار، بعد تریاک و مشروب و اینها میخوردن، بابای ما و عموی ما اینا و اینو با میداشتن جو گفتن و اینها، و ما اولی که میومد میترسیدیم آخونده اومده اونجا، ولی بعد میدیم ای بابا این از همه اونا شوختر و بزن بگوتر و اینجوریه. و اینا الان کم کمک دارن کارای کمدین و اینا رو از دستشون میگیرن. اون مصاحبه اگه خواستید هیچ کی پول نمیده ما پخش کنیم، برید خودتون پیدا کنید نگاه کن. ولی امروز براتون یه فیلم میذارم، یه فیلمی هم از جمعه تا حالا گذاشتم که 3 تا فیلمو چسبوندن به هم راجع به شاه. این 2 تا فیلم رو تو برنامه نگه میدارم که یه کمی ساعت بازپخش ما از هر 8 ساعت یه بار بشه، هر 10 ساعت یه بار، شما رو اینقدر اذیت نکن. و اما امروز هم دوشنبه 14 دی بود 1394 و این اولین برنامه سال 2016. نوشته که ما را از کودکی به این طریق مغزشویی کرده و بار آوردن، در گوشت و پوست و مغز ما جز این گونه مزخرفات چیز دیگری انباشته نشده است. مهم نیست که سالها بعد ما چه مدرک تحصیلی به دست آوردیم، آنچه مهم است این است که سلولهای مغزی ما از این مزخرفات پر شده و به ما اجازه نمی دهد که حقایق را آنطوری که هستند ببینیم و پی ببریم. به آنطوری که در کودکی به ما تلقین کرده اند، کاش که سلولهای مغزی ما شبیه سلولهای مغزی یک کامپیوتر بود که با فشار یک دکمه دلیت بتوانیم همه این مزخرفات را پاک کرده و جا برای پذیرفتن اطلاعات مفیدتر باز کنیم. آیا روزگاری چنین دکمه ارزشمندی به وجود خواهد آمد؟ دوست نازنین من، همچین دکمه روی کامپیوترم هنوز نیست. شما وقتی دیلیتش میکنی تازه میره یه جای دیگه، تازه میره یه جای دیگه، اونجا هم وقتی میری پاکش میکنی میره یه جای دیگه، تا ابد و ده میمونه. شما این تلفونا رو عکس میگیری، ویدیو میگیری، پاکش میکنه، تا 30 روز یه جای دیگه نگهش میداره. تازه وقتی من رو شما پاکش میکنیم، اگر پلیس بخواد، FBI بخواد، اداره تلفن بخواد، باز هستش. پس این کلیدهای دیلیت هم تمپراری یا موقتی. دکتر صادق زیبا کلام در جمع دانشجویان علوم حوزوی گفته توی کلاس دینی وقتی 11 سالم بود معلم میگفت نباید مشروب بخوری. من اصلا نمیدونستم مشروب چیه، معلم دینی یادم داد نباید با دخترا بازی کنی و بهشون نگاه کنی. من اصلا توی بازی با دخترا متوجه بدنشون نبودم، معلم دینی یادم داد. معلممون میگفت نباید بدون عقد شرعی همبستر بشی. من از حرفایش چیزی نمیدونستم، نفهمیدم، معلم دینی یادم داد. معلم گفت اگر خواهر داری نزار بدون روسری بره جلو نامحرم. من نمیخواستم به خواهرم زور بگم، ولی معلم دینی یادم داد. میگفت زنها نصف مردها ارث میبرن. من نمیخواستم به زنها یه جور دیگه نگاه کنم، نمیخواستم حقوقشون رو بخورم، معلم دینی یادم داد. سر کلاس دینی همیشه حرف از دوری از زنها، حرف بهشت و حوری و شهوت بود. ما جدا افتادیم از جنس مخالف، ولی همیشه راجع بهش با ما حرف زدن، همیشه تکرار کردن، یه جور عقده شد، تکرار تکرار تکرار، و ذهنهایی که فقط پر شده بود از شهوت بدون خاطره‌ای. ما گرفتار افکاری همیشگی بودیم بدون هیچ راهی برای شناخت. ما از جنس مخالف جدا بودیم. واسه همین الان بلد نیستم رفتار با جنس مخالف را. واسه همین تا یه زن میبینم ذهنمون، نگاهمون، رفتارمون جوری که خودتون میدونید.
معلم دینی از جنس مخالف برای ما ذهنیت انسانی نساخت، ذهنیت ابزاری ساخت. یه روز گفت از رو آیات قرآن بخون، خوندم ولی نفهمیدم. اون وادارم کرد کاری انجام بدم که نمیفهمم. من نمیفهمیدم، من معنی کلمه ها رو فقط من نمیفهمیدم معنی کلمه ها رو، فقط میخوندمشون. بعد گفت حفظ کن، حفظ کردم، همون چیزی که نمیفهمیدم رو حفظ کردم. بعد توی جشن 22 بهمن همون آیات رو همخوانی کردیم. به ما جایزه دادن به خاطر چیزی که نفهمیده بودیم ولی خوب حفظش کرده بودیم. معلم دینی به ما یاد داد هر چیز که اطرافمون خوبه نعمت خداست، هر چیز که بده حکمت خداست. ما این وسط یه مش الافیم که هیچ کاری از دستمون ساخته نیست. معلم دینی بود که یاد داد قبل از انجام کار حتما بگو بسم الله الرحمن الرحیم، ولی یاد نداد قبلش فکر کنیم. معلم دینی بود که یاد داد تقلید کنیم، تقیه کنیم. تقیه یعنی میزان تقوای شما بسته به شرایط تعیین می شود. یعنی اگر صلاح بود که دروغ بگید اشکالی نداره، اگه صلاح بود یه نفر رو بفروشید اشکال نداره، اگه صلاح بود منت کشی کنی اشکالی نداره. اتفاقی آقای قرائتی خودش ویدیوش هست که میگه فلانی رفت مسابقه کشتی بره خارج، برای خداحافظی بهش گفتیم که ببین اونجا رفتی انشالله برنده که شدی، وقتی که دوشک رو ماچ میکنی سرت رو مثل سجده که میذاری طولش بده، چون اون موقع تمام دوربینا ببین چه حرومزاده های هستن اینا، چون اون موقع تمام دوربینا رو تو هست، تو از این فرصت استفاده کن طولش بده که این برای اینا سوال بشه که چرا این ایرانیه که برنده شد دوشک کشتی رو اینجوری ماچ کرد حالا داره سجده میکنه. بعد طرف گفته این که میشه ریا، چون من معمولا همون احترامو میذارم و مثلا اگه 5 ثانیه است 5 ثانیه. گفته اوکی این ریا اب نداره. خب در دینی که تقیه اشکال نداره، ریا اشکالی نداره، دروغ هم که قربونش برم اشکالی نداره، این میشه دیگه. معلم دینی بود که سر صف نماز تهدید کرد که اگر کسی خندیده اونو معرفی کنین، اگر کسی که خندیده رو معرفی نکنین از همه نمره انضباط کم میکنه. همون جا بود که معنی آدم فروشی رو فهمیدم. معلم دینی بود که گفت هر کس بیاد راهپیمایی دو نمره بهش کمک میکنه. همونجا معنی دستمال به دستی و پاچه خاری رو فهمیدم. الان از ما چی مونده؟ آدمایی هستیم که همه چیز و همه اطرافیان خود را میفروشیم، ریا میکنیم، تقیه انجام میدیم، جلوی رئیسمون مطیع محض هستیم تا به پول و قدرت و احترام برسیم. واسه رسیدن به یه زن از غرور، شرف، همه چیزمون میگذریم، همه ترفندها رو به کار میگیریم، اما پس از رسیدن به خواستمون مثل یک ابزار کنار میذاریمش، نمیفهمیم که اون هم یک انسان. دوست داشتیم خوب باشیم ولی معلم دینی داشتیم. من دوست دارم برگردم به 11 سالگی، وقتی معلم دینی رو دیدم همونجا ترک تحصیل کنم، چون ترک تحصیل بهتر از ترک انسانیته. باریکلا طولانی نوشته بودی، اقلا یه چیزی بود. تماشاییست هپی هالیدی. ببینیم این چیه هپی هالیدی. آها این خیلی جالبه، براتون بذارم. کاش که اینو دانلود کرده بودم، یعنی گذاشته بودمش تو سیستم، ولی خب حالا ایبم نداره. این میام اینجا، این آقای مسعود سوهیلی نازنین فرستاده که بنده خدا میدونید قبل از سال نو، یه چند روز قبل از سال نو همسرش رو بعد از 50-60 سال از دست داد و الان تنها زندگی میکنه. البته خب فامیل بچه ها و نوه ها هستن. این رو هم به شما تقدیم میکنم هم به آقای سوهیلی عزیز که این رو لطف کردن و فرستادن. براتون سال خوبی آرزو میکنم. چهارشنبه با شما خواهیم بود، الان ساعت 3:30 است به وقت واشنگتن، و ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن اجلالی کارشناس ارشد که حمایت میکنه از حکومت جمهوری اسلامی، ببخشید کجا رفتی، و فکر میکنه که باور داره، فکر میکنه که آقای حسن روحانی هم
نماینده مردم هست، چون انتخابات بوده و در انتخابات شرکت کرده، ایشون با شماست، میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید. بریم با هم این رو بشنویم و ببینیم و همینجا دیگه از شما این بنده خدا آقای مینوی هر وقت میخواد خداحافظی کنه میگه بابا منظورم خداحافظی، من کاری به خدا ندارم. به امید دیدارتون چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. روز و روزگار بر شما خوش. Let's go.